دم نشینم فاطمه، ای شمیمه دم نشینم فاطمه، ای تو برای حزینم فاطمه، ای بهشت بی نشانم فاطمه، تا ابد دردت به جانم فاطمه، ای گرفتار با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و همچنین تسلیت مجدد به مناسبت شام شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. بینندگان عزیز، شام شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا است و از دیشب و شبهای گذشته و امروز تا کنون دستجات مختلف عزاداری در کربلای معلا حضور پیدا کردن برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس آقا ابا عبدالله. از جای جای جهان شیعیان، محبان، مشتاقان هستند برای تسلیت تشریف میارن، مشرف میشن خدمت حضرت و جای همه شما عزیزان بیننده بسیار بسیار خالی است. شاهد عزاهای مختلفی از کشورهای خلیج، کشورهای هند و پاکستان و ایران، ماشاءالله خیلی زائر از ایران تشریف دارن، کما اینکه در این نیم ساعتی که الان بنده حضور دارم در استودیو برای ضبط برنامه شاهد عزای بسیار مفصل، عزای و هیئت جرار و مفصل و متولی که در بین الحرمین همچنان برای عرض تسلیت وارد حرم سید الشهدا میشوند. جای همه شما عزیزان خالی است. ما انشاءالله همچنان که قول داده ایم نائب زیاره و دعاگوی همه عزیزان، همه مشتاقان بوده و هستیم و خواهیم بود. اجازه میخوام که انشاءالله با یک مقدمه کوتاهی بحث خود رو آغاز کنیم و از جناب استاد موسوی زنجانی دامت افاضاته فیض بیشتری ببریم. در جلسات گذشته بحث ما به اینجا انجامید که بعد از آن که امیر مؤمنان علی علیه السلام را بعد از شهادت رسول خدا خانه نشین کردند و کودتایی علیه اهل البیت علیهم السلام انجام شد، حکام اسلامی که آمدند از اونجا این که از علم بی بهره بودند، به دنبال فضایی بودند که به اصطلاح این خلأ علمی رو پر کنند و لذا در قرن اول از علمای یهود استفاده کردند و در قرن دوم و سوم ناچار به تأسیس مذاهبی شدند و چهار مذهب تأسیس کردند. البته تمام اینها را جناب استاد با دلائل و مستندات و شواهد از کتب اهل تسنن بیان فرمودن. در نتیجه چهار مذهب تشکیل شد که بعد از سالها شش صحیح نوشته شد از جمله صحیح بخاری که هیچ کدام از این محدثین و صاحبان صحاح اون چهار فقیه را قبول نداشتند و بلکه حرفهایی و سخنانی راجع به اونها گفتند که اسلام از سخنان اون چهار فقیه بیرون نمیاد و ربطی حرفهاشون و کتابهاشون به اسلام نداره و لذا کتابهای صحیحی نوشتن و درباره اونها به طور منفی سخن گفتن. در جلسات گذشته ستن از آن فقها را جناب استاد از کتب خود اهل تسنن مورد نقد و بررسی قرار دادند. در این جلسه جناب استاد فکر میکنم که نیت دارید از جناب شافعی بحث بکنید، حالا اگر من حدسم درست باشه. بنده و بینندگان مشتاق شنیدن مطالب تازه شما هستیم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم وقتی که قدرت را از اهل بیت گرفتن متوجه شدن دین
از دو مقوله حکومت دینی از دو مقوله تشکیل شده، قدرت و فقه. بله. می شود قدرت را با کودتا گرفت، نمی شود علم را با کودتا به دست آورد. عرض کردیم آمدند در قرن اول با سیاست خلیفه دوم خلأ فقهی را با چه کسانی پر کردن؟ با علمای یهود. یهود، احسن. نام ببریم، شاید بعضی افراد الان میبینن، حالا ندیدن. قصاصین که افسانه ها و اساطیر یهود را به خورد مسلمین میدادند به جای عالمان اسلامی. بله. در رأس همه اونها عبدالله ابن سلام یهودی. این که میگم یهودی، اینا مسلمان شده بودن، اما هفته، طول هفته، روزهای فرد قرآن میخواندن، روزهای زوج تورات او بالعکس. یعنی ادعا میکردن که ما مسلمان شده ایم. بله. در این حال تورات خانی طوری مرسوم شد برای قرائت تورات خودشان وضو را واجب کردن. یعنی وضوعی که مربوط به اسلام و مسلمین بود. بله. آقایون علمای یهود گفتند تورات بخوانید به مسلمان ها، چنین آموختند که هم قرآن بخوانند، هم تورات بخوانند، هم برای خواندن و قرائت تورات وضو بگیرند. در حالی که دیروز یکی از جلسات گفتیم عمر قرآن میخواند وضو نمیگرفت، چه کسی از چه کسی نقل کردیم؟ دیروز از منابع اهل سنت نقل کردیم عمر برای قرائت قرآن وضو نمی گرفت، اعترض علیه بعض الحضار، بعضی ها بهش اشکال کردن. جناب خلیفه، قرآن داری می خوانی، ممکنه دستت اصابت کنه به حروف قرآنی. قال افتاک مسیلمه کذاب، این فتوا را مسیلمه داده. این جواب عمر بن الخطاب. خب استنباط کنید بر سر اسلام و مسلمین چه بلا آمده. بالاترین مقام جهان اسلام که عنوانش امیرالمؤمنین هست، قرآن را بی وضو میخواند، اما تعدادی موظف شدن تورات را وجوباً با وضو بخوانند. هذا فاجعه لا تجبر. کل متون از اهل سنته. فعل الاسلام السلام. السلام. خب یک سوال، آقای شافعی با بقیه فرق داشت؟ بله فرق داشت. ایشون از بنی هاشم بود. عجب. از بنی هاشم بود، نتیجه عموی پیغمبر، یا پسر نتیجه عموی پیغمبر بود. یعنی نسبش و قرابتش میرسید به رسول خدا. شافعی عبدالمطلبی میگفتن دیگه. یعنی از بنی هاشم به شمار میرفت. قطعا بود. به همین دلیل هم ایشون را به عنوان اینکه گرایش به اهل بیت داره کشتن. کیا کشتن؟ مالکی ها. عبارت هایی در تاریخ آمده است که دنبالشون می رفتن. این عبارت را بخوانم: الکندی مالکی به محض ورود شافعی به مصر دنبال شافعی توی کوچه و بازار می رفت، ایشون را تعقیب می کرد، فریاد می زد یا کذا، من نمی گم، ای فلان فلان شده، دخلت هذه البلاد و امرنا واحد و رأینا واحد، ففرقت بیننا و الغیت بیننا الشر، فرق الله بین روحک و جسمک. تو وقتی وارد این بلاد شدی ما همه متحد بودیم، تو بین ما تفرقه ایجاد کردی. بله. خدا بین سر و بدنت، بین بله. جسم و روح و جانت جدایی بندازه. خدا بکشدت. خب آقای شافعی به دلیل نسبی گرایش به اهل بیت، نسبی
نه گرایش واقعی، نه نسبی نسبت، یعنی به اون صورت از نظر عقیده با اهل بیت همخوانی نداشت، صرفا نسبش میخورد به اهل بیت. همون چون نسبش میخورد بعضی از شعرهاش این معناش این همش از بر نیستم. بله. اگر حب اهل بیت علامت رفضش رافضی بودن فانا اول رافضی من. ان کان حب آل محمد رفضون فلیشهد الثقلان انی رافضی. پس جن و انس گواهی بدن که اگر این مال شافعیه. این خیلی جالبه. میگه اگر محبت محمد و آل محمد رافضی بودنه، علاقه به اهل بیت رافضی بودنه، من بالاتر رافضی هستم. این مال شافعیه. پس جن و انس شاهد باشید که من رافضی هستم. خب پس شافعی با بقیه به دلیل بردن ارث نسبی گرایش هایی داشته و کشتنش، با قفلی زدن در مالکی ها، در حالی که شافعی شاگرد مالک بود. مالک بود. خب برگردیم به مطلب اول. یک تعریف عجیبی هم که فرمودید در جلسات قبل از مالک کرده بود، از کتاب مالک. بله. آقای شافعی. بله. 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 ببینید سوال این نبود، این آغاز یک عنوان بود. بله. که در قالب سوال جلو بریم چه اتفاق افتاده از زمان پیغمبر، یعنی بعد از فوت پیغمبر تا حالا که با هم صحبت میکنیم. بله. چرا از سال، دقت کنید، تولد ابو حنیفه سال 80 هجری 80 تا فوت آخرین نفر از چهار رؤسای چهار مذهب، ببینید ابو حنیفه اول بود از در زمان، بعد مالک، بعد شافعی، بعد احمد ابن حنبل. از آغاز تولدش حساب کنیم، نه مرگش، نه تألیف کتاب، تا مرگ این آقا، یا از مرگ این تا مرگ این، یعنی از نفر 150. بله 150 فوت کرده ابو حنیفه. از سال 150 تا 204 میشه چقدر؟ 54 سال. من گاهی اشتباه میکنم. از 150 تا 204 54 ساله. ای گاهی که خسته میشم خطاهای من زیاده، حواست باشه. بله. که بارد. خب 54 یعنی از فوت ابو حنیفه تا فوت آخرین نفر. بله. این چهار نفر آقای احمد بن حنبل. سوال اینه چرا فقط در کره زمین چهار نفری که داخل نیم قرن حدودن بودن، اینها هرچی بگه اسلامه؟ قبل اینا چی میشه؟ بعد اینا چی میشه؟ آیا دیگه مقلد معاویه بشویم؟ نه باطله. مقلد عمر بشویم، مذهب عمر؟ نه باطله. مقلد علی بن ابی طالب بشویم؟ نه خیر، شما رافضی هستید. مقلد عثمان که میگید شهیده؟ نه. بالاتر از همه میگید ابوبکر چی؟ صدیق. نه خیر، نمیشه. خب پس بیا پایین تر، بعد از این همه اینها مقلد بخاری بشویم؟ نه نمیشه. مقلد مسلم، ترمذی، ابن ماجه، نسائی، ابو داوود؟ نه این هم نمیشه. فقط مسلمان ها فکرشون را تعطیل مطلق باید بکنن، باید بکنن. مقلد این چهار نفر باید. فقط 54 سال انسان‌های چهارگانه آمدن، کله اینها درست اسلام را می‌فهمد. چرا؟ تمام جهان اسلام دیگه باید تا الی یوم القیامه چهار نفر باشه. چرا؟ واقعا سوال نی؟ جوانیست از باباش می‌پرسه آقا مقلد شافعی هستم، حنفی، مالکی، حنبلی، چرا مقلد اون 54 سال، چرا مغز اون نیم قرن ملاک بشه؟ به فرمایش شما چرا مقلد بخاری نباشم؟ بله. که صحیحش صحیح؟ به قول خیلی از مسلمان ها تنه به تنه قرآن میزنه و همونطور که تلاوت قرآن تلاوت صحیح میشه. خب. در مجالس من میام همون قسمت. احسنتون. خب آنچه که من جوان هستم. بله. از اهل تسنن هستم، متدین هستم، از بابام سوال میکنم. بله. آقا بخاری که بهترین کتاب را تألیف کرده، همه قال رسول الله مثلا،
اما آقای احمد ابن حنبل یا شافعی یا مالک اون یکی، اونها چیزی گفتن قلتو، اونا میگن من میگم. فتوا چیه؟ من میگم. بله بحث خودشونه، رأی است و نظر و حرف خودشونه، حرف خدا و رسول خدا نیست. بخاری میگه قال رسول الله، شافعی میگه قلتو، من اینچونی میفهمم. پدر عزیز مکرم، مسلمان عزیز، پدر جان چرا به قال رسول الله بخاری عمل نکنم، به قلتو من میگم شافعی عمل کنم؟ سوالیست بسیار. واقعا جواب چیه؟ خودت رو حساب کن. بله، به عنوان واقعا یک نفری که از اهل تسنن هستیم، چیه جواب؟ بله ما کار نداریم، همطور که بارها گفتیم بحث شیعه و سنی مطرح نیست. الان یک اصلا غیر مسلمان، بحث مسلمانه، یه جوان مسلمان، یه جوان غیر مسلمان، بله، اومده اسلام را تحقیق بکنه، بله، مسلمون بشه. خب الان میبینه که 4 تا عالم مطرحن، بله، و میگن آقا این 4 تا عالم در یه حدود 50 سال الی 100 سال اومدن و رفتن، 54 سال تا یوم القیامه مسلمونا باید طرفدار و پیرو و مقلد این 4 عالم باشن. سوال، آقا یه عالم بزرگوارتری بعدها آمده به حسب ادعای مسلمین به نام آقای بخاری، قال رسول الله گفته، کتابش هم چیه؟ صحیح بخاری. میگیم صحیحه و همون جوری که قرآن برامون محترمه، این صحیح را در حد اعداد قرآن ما احترام میکنیم. خب چرا من جوان الان میخوام مسلمون بشم؟ چرا مقلد بخاری نشیم آخه؟ چرا؟ اون وقت قال رسول الله گفته به جای قرآن در سرگاه نظامی میخونن. خیلی زیبا، ختم خیلی. بخاری دارن، نه ختم شافعی که ندارن. این که اهانتی نیست، سواله. حالا جواب میخواییم پله بالاتر تا قانع بشیم و بیاییم مسلمون. مهمتر از این، یعنی آنچه که الان ما میخواییم بگیم عمده اینه که میخواهیم بگیم. احسنت، بفهم. آقای بخاری نه، آقای مسلم نه، این رؤسای 4 مذهب به. بنده ادعا میکنم همه ادله اینجاست، گفتن فتوای ما حجت نیست، الحجت فی الآثار، هیچ کس مقلد ما نشود. خودشون اینجوری گفتن، گفتن کسی از ما تقلید و پیروی نکنه. سریع گفتن، مدارکش هم هست. حجت در آثار ابو حنیفه. گفت آقا یادداشت نکن. گفت استاد شما فقیه امتید، فتوای شما را یادداشت میکنم. گفت یعقوب من به تو گفتم ننویس فتوای منو. گفت چرا؟ گفت امروز اینطوری فهمیدم، فردا ممکنه ضد این فتوا بدن. یعنی حجت در آثاره و این حرفای من حجت نی، به این معنا که اگر عمل به فتوای من بکنید تکلیف شرعی از دوشتون برداشته نشده. احسن، این بری از ذمه نیستید، تکلیف تو نیست، تکلیف تو نیست به حرف من گوش کنی. بله من یه چیزی میگم. خب این مطلب دوم شد. سوم، آقا من کتاب ندارم. یه اصطلاحی است که آذری بیشتر میگن این جمله را، میگن لا کتابم. من ابو حنیفه 1 سطر مقلد عمرم، از من روی چی؟ کاغذ فتوا نمیاد. عمر گفته نوشتن آثار چیه؟ قدغن و ممنوع و حرامه. خب این فتاوای ابو حنیفه آقای شافعی کجاست؟ من عبارت رو بخونم؟ بله همینه، اینه که ببخشید. ببینید، استاد محمد عرفه وکیل دانشکده شریعت دانشگاه الازهر مصر در 28 شعبان سال 1352 هجری قمری در مقاله نوشت یحتمل ان یکون شافعی ام لا کتاب اهل ام کتبا متفرقه و مسائل مجزات والذی جمعه و جعله کتابا مستقلا و سماه به هذا الاسم ام هو ربیع ابن سلیمان و نحن نرجع هذا الاحتمال. راست هم میگه. این استاد میگه شافعی کتاب نداشته، بررسی نهایی من اینو میرسانه، ایشون جزوات یادداشت هایی داشته،
آقای فلانی اینو شخص جمع... دیگری اومده اینها رو جمع کرده اسمش رو العم گذاشته به عنوان نظرات و صحبت‌های آقای این آخرین نظر شافعی. اکثریت قاطع علمای اهل سنت راجع به شافعی است. خب آقای ابو حنیفه کتابت کو؟ آقای احمد ابن حنبل شما که مسند نوشتی مسند فتواته میگه نه قال رسول الله دقت کن رد نشی ما بله قال رسول الله هست مثل صحیح بخاری خب چرا مقلد صحیح بخاری نمیشید رد نشو اینجا کار خیلی مهمه یعنی تمرکز جالبه آقای احسن. احمد ابن حنبل کتاب نوشته احدی معادل صحیح بخاری اون را نمیدانن احدی ضعیف ضعیف اما نویسنده رهبر مذهبه حنبلی آقایان حنابله پیرو احمد احمد در حالی که زمین و زمان شهادت میده کل اهل سنت متفق هستند میفرمایند بهترین کتاب بعد از قرآن صحیح بخاری است خب این تناقض یک بام ده حواس چیه آقای این لیوانه اسمش احمد ابن حنبل این کتاب را نوشته آقای بخاری است این کتاب را نوشته این کتاب دومی نوشته بله همه علمای اهل سنت گفتن این آقا کتابی که نوشته به درد ما نمیخوره این خوبه بخاری اینو نوشته درست بله اما مردم مقلدینن آقای وهابی چرا مقلدین شدی او را رئیس مذهب میدانند چرا آقای بخاری را رئیس مذهب ندانیم این خیلی چیز تناقض عجیبیه واقعا اصلا در دنیای امروز نه در تاریخ یک مغلطه بیپایگی تناقضی بدبختی اینچنین ما ثبت شده ندیدیم ندیدیم من نداشتیم بر. آقا چی هستی؟ وهابی نه خیر آقا من حنبلی هستم میگن به ما وهابی نگید مقلد احمد بن حنبل کتابش مسند خب این چیه؟ صحیح بخاری پشت سرش قفسه این چیه؟ بله این معتبرترین کتابه حالا شما ما مقلد کدوم هستید؟ بگو میگه ما مقلد احمد ابن حنبل اصلا در کره زمین اهانت نشه تناقضی اهانت تلقی نکنه بله. عبارت چاره‌ای ندارم کودنترین آدم میفهمد که من چی میگم پناه به خدا احسنتون حرفتون حقه الحق و اهانت نیست بین بله بله, بله. گاهی ضریب هوشی پایینه بله. مطلب رو نمیگیره که شما دارید چی میفهمید بخاری بنده خدا طبق اعتقاد اونها بهترین کتاب را نوشته یک وهابی مقلدش نیست خود بخاری قسم خورده از این آدم جز یک مطلب هیچی قبول نکردم واقعا باید بگیم ان هذا لامر عجاب بخاری آمد دید مردی به نام آقای ابو هذا ما یضحک ثکلا احمد ابن حنبل شافعی آمدند و رفتند این همه از اونها فتوا و روایت مانده درست کتاب صحیح را تألیف کرد گذاشت کنار حالا سندی نیست صحیح بخاری مال بخاری یک کلمه در کره زمین خط بله. بخاری وجود نداره کما اینکه فرمودید اگر کسی نسخه خطیشو پیدا کرد بیاره جایزه بگیره درست بله. گیرم تمام این حرفا درسته ای وجدان ها شیعه چی میگه در کره زمین یک عاقلی نمیگم طرفدار ما بله برید دشمن شیعه حرف علمی بله. میزنه بله حرف تحقیقی میزنه برید بگید آقا این شبکه انگلیس این شبکه آمریکا از اون شبکه اسرائیله بگید آقا شیعه سوال میکنه از هم دین با. حالا چه بگیم پیروان اسلام میگه آقا جان این صحیح بخاریه بخاری آمد مسند احمد را دید شخصیتش را شنید احمد اون هم قبول نکرد یا مثلا شافعی رو رفت کتاب تألیف کرد گفت از اینا هیچی از اینها من اسلام نمیشناسم اینا اسلام نیست یه خط از اون کتاب اینجا نقل نکرد خب جناب آقای اهل تسنن عزیز جناب آقای وهابی منتقد شیعه میگه خواهش میکنم به حرف خودت عمل کن نگفتیم به حرف خدا پیغمبر به حرف خودت گفتی بهترین کتاب یعنی چه معتبرترین اسلام منقول در
صحیحه. در صحیحه. بخاری. به این عمل کن. پس مقلد بخاری بشو دیگه. خب. بخاری را رئیس مذهب خودت بدان. پله چهارم. دشمن ترین انسان ها نسبت به بخاری خود وهابی هستن. پناه به خدا. حالا خب. ببین. این چگونه؟ این چگونه؟ ببین. بشنوی. آقای بخاری گفته آنچه که من آوردم سنته. سنی اهل تسنن ضربه در کشیدم گفتم مقلد این چهار نفریم نه شما. این هم خیلی جالبه دیگه. اینا میگن تو دهنی. از اون طرف میگی این کتاب صحیحه، از اون طرف میگی من مقلد ایشون نیستم، مقلد سنت نیستم. خیلی عجیبه. میگن من... در دنیا اینقدر خداوند اینها را این وهابی ها را گرفتار کرده در هیچ جای عالم نظیر نداره. ختم الله علی قلوبه حالا من و علی سمعه و علی ابصارهم غشابه. ممکنه این مربوط به کفار باشه، اینا مثلا من تون تلقی کنم، ولی واقع قضیه است که ادعای اسلامه، سمع دارن. من گناه همین است که شیعه این حرفو میزنم. آقا شما اجازه بدید بنده بیام بشم در عالم فرض اهل تسنن وهابی. سلام علیکم. علیکم. آقا بنده تحت تاثیر دین شما قرار گرفت، میخوام مقلد شما بشم. کجای بودید؟ از انگلستان آمدم. بله. از ماداگاسکار آمدم. از لسوتو، از وسط آفریقا جنوبی آمدم. فقط خب. دو سه تا اشکال دارم، شبهه دارم، اینا رفع بشه خب. من وهابی میشم. احسن. بله. به من علمای شما که از پیغمبرتون اسلام آوردن معرفی کنید، من به دستورات اونها عمل کنم. بفرمایید این صحیح بخاری مطابق این نماز بخوانم. نه نه نه، این بهترین کتاب اسلام همینه، اما بین عمل کن. این آقا بعد از این آمده، بخاری از شافعی و احمد بن حنبل دیر آمده، به این عمل نکنم. نه، این بهترین کتاب هست، هر چه پیغمبر اسلام گفته اینه. اینه. اما مقلد این باش. آها، کتاب این بهتر. نه، کتاب این ارزش نداره اصلا. این آقای صحیح بخاری، بخاری گفت ده شای ارزش نداره، ولی مقلد این باش. یک نفر مسلمان میشه همش زد و نقیزه، همش تناقضه. بله، چیز عجیبیه. گفت دیگه اینها نمونه های از گرفتاری های جهان اسلامه که اگر کسی مچگیری کنه از نظر علمی رافضی هستید، مشرک هستید، لعن میفرسته به مسلمان. بلد. لعن میفرسته. پناه بخواد. من یک بخشی از مطالب آوردم، این روزخانی های اینها یک هفته عزا میگیرن برای چی؟ گرفتن برای احمد بن حنبل. بعضی از علماشون وقتی که مرده آنقدر کفنشون رو بردن، بعضی از اعضا که یستقبه و ذکرو هم مکشوف شد. کفنشون رو بردن برای چی؟ برای تبرک تیمم. روزخانی برای احمد بن حنبل شافعی درسته، جایزه. تبرک از کفن هنا درست. حتی قیتان میگید، چی میگید؟ این وضعیت عباها دارن قیتون. بله، قیتانه. بله، قیتان مخصوصی بوده از ابریشم. یه عبارتی داره که نمیخوام ترجمه کنم، برای مبارزه با بعضی از حشراتی که در بدن وجود میامد در داخل عباها از اونا. درست. آقای ابن تیمیه مرد، سر قیتان اندرونی عبای ایشون دعوا شد، چندین دینار به فروش رفت. تیمون چی؟ تبرک. خب شیعه ها، شما مشرکید، چرا عزاداری میکنید؟ باید بیاییم بمب بذاریم در افغانستان و پاکستان و هند، شما رو چی؟ قتل عام کنیم. خب ببینید، چرا حرف عاقلانه و حرف قرآنی میزنید؟ بحث چیه؟ الان شافعیه. پیروان شافعی فرمودن رسول خدا فرموده عالم قریش یملع اطباق الارض علما. منظور شافعیه. کجا گفته؟ شافعی که متولد شده. کی نقل کرده؟ خب میخواستن رسمیش کنن به زبان پیغمبر در مقابل مذاهب دیگر. ابو حنیفه گفتن رسول خدا، اصلا خوندیم ابو حنیفه بود دیگه، ابو حنیفه که حضرت خضر میاد کنار قبر ایشون، خضر از اون علم یاد میگیره، خضر که استاد حضرت موسی علیه السلام. بله، اینم مال این آقای شافعی. عبارت رو دقت کن، من ناقص خوندم، توضیح بده. خب در حقیقت در همون بعد از ارتحال رسول خدا، عمر که دستور داد و ابوبکر احادیث رو بسوزونید آتش بزنید، که بعد 100 سال دیگه بیانی همچین احادیث جعل کنن، قال رسول الله جعل کنن دیگه. بله،
بله من میگم گاهی اون خستگی باعث میشه که چند روز پیش یادتون هست دیگه من بله. به جای دینار دلار گفتم بله. اینجا بعضی از عبارات ها هست شافعی مادامی که در بغداد بود ترجمه کردم بله. فتاوای زیادی صادر کرد و امثال آقای زعفرانی کرابیسی هم آن را تدوین کرد کاملا تمرکز داشته باش نتیجه توضیح میخواد و شد امثال الامالی و مجمع الکافی آقای رئیس مذهب فتوا صادر میفرماید کسانی میاد این فتواها را تنظیم میکنن شماره گذاری میکنن میشود توضیح مسائل ولیکن شافعی وقتی وارد مصر شد از فتاوای صادر شده خود در عراق عدول کرد عجب آقایان مصری ها بنده شافعی هستم محضر شما آمدم اسلام آوردم یعنی برای شما اسلام تدریس کنم تا حالا هرچی از اسلام فهمیده بودم در عراق همه باطله حتی نقل کردن آقای بویتی من در چند جا بوتی خوندم در این نوشته اشتباه بویتی گفته این شافعی قال لا اجعل فی حل من روا عنی کتابی البغدادی کسی که اون کتاب ها و نوشتجاتی که در بغداد گفته ام را منتشر کنه و از قول من روایت کنه من او را حلال نمی کنم خب کتاب مناقب شافعی للفخر رازی صفحه 69 من فتاوایی که در عراق در بغداد دادم اسلام را معرفی کردم این حلال اون حرامه من اونو حلال نمیدونم خب کسی که نقل کنه اون رو حلالش نمیکنه لذا شافعی دارای دو مذهب شد قدیمی عراقی جدیدی مصری لذا علمای مذاهب دیگر خورده گرفتن که در اکثر مسائل شافعی دو قول متفاوت دارد فخر رازی جهت ابطال این قول نوشته این مشکل مال ما نیست ابو حنیفه هم همین مشکل رو داشته که همون چند روز به مرگش گفت اون چه گفته هم اسلام نیست از آفریقا استفتاءات زیادی آوردن برای مالک یادم رفت اون روز نقل بکنم ظاهران 40 و چند تا بود 5 تاشو جواب داد اونطوری که یادمه بقیه موند گفتن آه مسلمین منتظرن تو فقیه رسمی دولتی هستی بسم الله گفت لا ادری یعنی چه؟ نمیدونم گفتن از که بپرسیم گفت اتفاقا جناب خلیفه دوم عمر بن خطاب هم گرفتار مشکل بود ایشون هم نمیدانست جوابه این برای اینکه گفت که عذر بدتر از گناه دیگه میخواست توجیه بکنه اگر من نمیدونم چیز مهمی نی بله حاکم دوم هم که اینقدر شما مقدس میشمارید ایشون هم خیلی چیزها رو بلد نبود بله بله ببینید یحیی یکی از علمای مالکی خطاب به شافعی گفت اللهم امت شافعی و الا ذهب علم مالک ابن انس مناقب الفخر صفحه 115 خدایا بکش شافعی و مرگش بده بله اگر نه علم و اون چه که آثاری که از مالک مونده از بین میره این مرگ دیگران خواستن آدم کشی انفجار سر بریدن از کی به ارث مانده ده به نام مسلمین چیه این در دنیای امروز در آفریقا چقدر داریم در غرب و شرق چقدر داریم هر جا این نوع آقایان هست مثل آب خوردنه گفتیم دیگه کوچیک خب. و بزرگ و زن و مرد و کودک و جوان بعضی یه مقداری ظریف‌تر میشه یحیی ابن معین مشهور رجالی درجه اول اهل سنت بله می گفته الشافعی لیس به ثقه شافعی چون ثقه نیست بله. از او حدیث قبول نیست نکرده بله یعنی خب یه آدم راوی هم نیست یعنی شافعی غیر قابل اعتماده مسئله طور دیگه است اینجا کسی که رئیس مذهب رأس هرم اجتهاده به عنوان راوی هم قبول نداره قبول نداره این آقای رجالی آقای عبدالله ابن سال هم گفته ایشون چی؟ ثقه نیست
آقای بخاری هرچه بیشون گفتن آقا این صحیح بخاری بالاخره متبرک بشه به چی روایات یا فتاوای چی شافی، گفت من زیر بار اسلام معرفی شده توسط آقای شافعی نمیرم. خب یک مسلمان هم مقلد شافعیه هم صحیح بخاری اسلامشه، این چی چیه؟ تناقض. صاحب صحیح بخاری میگه این آقا این مذهب نیست، من آمدم، این آقا فوت کرده بود خدا رحمتش کنه، یک کلمه از این بوی اسلام نمیومد. حالا من مسلمان هم شافعی هستم هم بخاری را قبول دارم صحیحشو. بخاری هم شافعی رو اصلا قبول نداره. قبول نداره. یه جمله شو حاضر نیست به عنوان اسلام بپذیره. بخاری از او حدیث نقل نکرده چون او را ثقه نمیدانسته. مسلم از او به خاطر عدم وثاقت یک حدیث نقل نکرده. خب اینم مسلم. احمد ابن حنبل میگفته شافعی میگفت فلان اشخاص از ما اعرف به اخبار است، لذا شافعی خودش را حدیث شناس نمیدانست. خب چی میشه آخرش این؟ ابن ثور گفته شافعی حدیث شناس نبوده. ببخشید من مدارک نگفتم. البدایت و النهایه جلد یک صفحه 327، طبقات حنابل جلد یک صفحه 282 و آداب شافعی صفحه 95. خیلی جالبه، یعنی نظر علما راجع بهشون اینه، یکی میگه موثق نی، یکی میگه حدیث شناس نی، یکی میگه حرفاش از اسلام بویی نداره ولی رئیس مذهبه. چرا؟ چون حاکم و خلیفه خواسته. بله. اراده کرده که ایشون تا روز قیامت رئیس مسلمان ها باشه. حالا خواستن اصلاح کنن، نوشتن بله وقتی شافعی مرد سفیان ابن عیینه گفت فقط مات افضل و اهل زمانه. عجب، با فضیلت ترین فرد زمان از دست رفت. رفت شافعی از دنیا رفت. افضل برترین فرد. خب الانتقاد صفحه 80، در حالی که وفات سفیان ابن عیینه در سال 198 که دقیقا سال ورود شافعی به مصر، شافعی در سال 204. بله، یعنی سفیان ابن عیینه اصلا قبل از شافعی از دنیا رفته، چطور بعد از وفات شافعی این حرفو میزنه؟ احمد ابن حسن ترمذی میگوید پسر احمد ابن حنبل عبدالله اسمش نیاورده، میگفت مطلب شافعی اصلا قابل ثبت در هیچ ورقه ای نیست. این هم یکی اینه طبقات حنابله. خب ابوبکر مروزی یا مروزی مروزی دارن درست میگوید خود احمد میگفت کلام مالک، کلام سفیانی، کلام شافعی قابل یاد داشت نیست. یعنی این آقا مالک رفت، شافعی رفت. چی مون؟ هیچ کدوم که قابل اعتماد نیستن. خود شافعی مرسلات را هیچ وقت حجت نمیدونست. یعنی چه؟ روایتی که یکی از راویان یا چند نفر از راویانشون معلوم مفقود باشه. بله. و معلوم نباشه. بله. اما کتابش پر است از مرسلات، از اخبرنا ثقه، اخبرنی من لا اتهم. خود اینم یه تناقضیه. اون چی که بیشون مربوطه به نام کتاب منسوب بیشان الان. بله. و غیر اون. بله، پر است از احادیث مرسله و مراسیل. بله. به اصطلاح. خب ما در حقیقت این جمله رو اضافه کنیم راجع به شافعی. مالکی ها نشستن احساس وظیفه کرده آقا شافعی ملا نیست، عمرشون رو صرف کردن بگن ایشون ملا نیست. ملا نیست. بله، علمیت ایشون رو بزنن. احمد ابن مروان متوفای 289، احمد ابن یعلا متوفای 399، حماد ابن اسحاق متوفای 269، ابو عمر یوسف ابن یحیی 288، یحیی ابن عمر ابن یوسف کنانی متوفای 289 و اسماعیل و اسحاق، اینها گفتن ایشون ملا نیست. خب سوال،
مالکی شافعی را قبول نداره. کی شیعه ها آمدن در اون فضا دعوای علمی بکنن؟ برو تذکره علامه هلی اعلی الله مقامه را بخوان. آراء هر این چهار تا فقیه رو آورده با نهایت احترام. خدا میداند این عالم چقدر شرح صدر داشت. قال ابو عبدالله عین یعنی چی؟ علیه السلام معلومه کیه؟ امام صادق علیه السلام. از این عین معلومه ایشون چیه؟ شیعه است. تمام. و به قال شافعی و قال احمد فلان و قال ابو حنیفه فلان و قال اوزای فلان. اینقدر این عالمشی این تذکره است. بله. تنها قواعد علامه هلی همین صاحب این کتاب فقها. تنها قواعدش 63,000 مسئله است. علامه رحمت الله علیه. خب علمای شیعه فتاوای علمای اهل سنت در نهایت احترام نهایت سنگینی احترام و امانت داری نقطه با امانت داری والله برای تبلیغ نمیگم تذکره هست دیگه بین علمای دنیا. شهید اول و ثانی بندگان خدا چرا با اون وضع فجیع کشتنشون؟ اینا هم از علمای بزرگ شیعه بودن. بله. می نشستن درس میدادن میگفتن چهار مذهب چنین میگه چنین میگه یه مذهب دیگری هم هست کنارش میگفتن جعفری ها هم چنین میگوین. بله. احتمال دادن اینها چی باشن؟ بله. شیعه باشن و اینها رو به چه وضع فجیعی به شهادت رسوند. اگر یک تنفسی داشته باشیم میریم دنبال نکته مهمتر. دوستان انشالله اگر بناس یه فرصتی داشته باشیم وسط برنامه به ما یه تذکری بدن. بله. اگر هم بناس انشالله مستقیما تا آخر برنامه مستقیما برنامه اجرا بشه باز همین تذکری به ما داده بشه انشالله که بدونیم که به چه صورتی هست. بله جناب حالا تا تذکر بیاد. بله. این فضای اختلاف باعث شد فکرها برود دنبال منازعات مذهبی بکش بکش. چه اتفاق افتاد وسط تأسیس مذاهب؟ ببینید نام نمیبرم استانی ما داریم استانی به. زمان شاه گفته بودن آقا این هیئت ها رو برای چی متحد میشن این طوری که الان شما دیدید. بله ماشاءالله. شش محله درست کرده بودن. منم اونجا بودم. مردان خوبی داره. مردم به. عجب مذهبی و تعصبات خالص. به. بعد محلات ششگانه گفتم به. چرا اسلام یکگانه شده محلات چی؟ ششگانه. الحمدلله رب العالمین همه را گذاشتن کنار شدن یک تظاهرات جالب عاشورایی یا بعد عاشورایی دارن نیم میلیون نفر ماشه یک دسته و یه هیئت. ماشاءالله چقدر جالبه. بله. ید الله مع الجماعه. وقت چرا اینا از وحدت میهراسن این حکام ظالم همین. مثل شاه چرا از این جمعیت میترسید؟ از اون فضایی نکاتیه. بله. آقایان ایجاد کرده بودن پنج تا مطلب اتفاق افتاد. بله تفرقه دیگه متاسفانه. بله. شخصی به نام ابو اسم نوح ابن ابی مریم شروع کرد رأس هر سوره از سوره های قرآن به نام پیغمبر صدها نه بگو شاید هزاران روایت جعل کرد. بله دیگه بعد هیچ کدوم یکی از اینها رو از رسول خدا نه چون فاصله داشت گفتن عبارت رو بخونم ولما سئله انزالش گفتن این کتاب چیه؟ گفت فضائل قرائت قرآنه. خب از که گرفتی؟ قال اینی رأیت و الناس قد اعرض عن القرآن و اشتغل و بالفقه فقه ابو حنیفه و مغازی چی؟ محمد ابن اسحاق فوزعت و هذه الاحادیث حسبتا. این دیدم که مردم دارن دنبال فقه ابو حنیفه و مغازی میرن من هم این احادیث رو جعل کردم که مردم مثلا برگردن قرآن بخوانن. قرآن بخوانن قربتن الالله مثلا حسبتن. بله. یعنی قربتن الالله. و کذالک الحدیث الطویل الذی یروا عن ابی بن کعب فی فضائل القرآن سورتن و سوره و اعترف به انه و جماعتون و زعوه تعداد نشستن بیایید حدیث بسازیم شما این سوره را بخوان
به اندازه 80 حج اون سوره را بخوان. بابا قرآن گفته فلیتدبروا، من فقر او متیسر من القرآن، بخوان و تدبر کن. پس بنابراین کار به جایی رسید. این کتاب ها میدونید چی شد؟ الازهر مملوه، ریاض مملوه، مراکز علمی برادران اهل تسنن مملوه. از چی؟ قال رسول الله مجعول. خب هم حالا قال رسول الله مجعول و هم مسلمون ها را درگیر و دار قرائت و تلاوت و بله. من نمیدونم چنین هستم که قرآن را میخوانم به هفت روایت. احسن. تجوید و از معارف و مغز قرآن خب. مسلمون ها رو دور کردن، به این چیزها مشغول کردن. مثل گردویی که از مغزش چکار کردن؟ غافل کردن، گذاشتن با گردو مردم بازی این کنن. این مطلبی که فرمودید یک نکته به ذهنم آوردید. چرا هفت قرائت اینجا مطلب هست؟ بله همش متاسفم. پیغمبر بلد بود یا عاصم؟ حفص بلد بود یا ابوبکر؟ حالا نمیگم علی بن ابی طالب. چرا این قرائات؟ بابا فتوا که نیست، قال رسول الله که نیست، چرا لحن خدا را باید از اینا بگیریم؟ بله اون هم همین تو آقا فرمود امام خب. صادق علیه السلام نزل القرآن و من میخواستم اینو در قالب سوال بیارم، شما وارد شدید تکمیل کنم. آقا اسلامتون اگر قال رسول الله از مسلم و از بخاری بگیرید، از عمر، ابوبکر، عثمان خبری نیست. اگر قرائت اسلام قرآنه اونم از آقای عاصم و هفت اینها بگیرید، از ابوبکر، عمر، عثمان خبری نیست. اگر فتوای فقهی است از شافعی و حنفی و حنبلی اینها بگیر، مالک بگیر، از این خلفای ثلاثه خبری نیست. پس خبر از اینها چیست؟ چی کردن؟ چی میکردن؟ کنار پیغمبر بودن. بله. پیغمبر میخواند عاصم اونجا نبود. آیا قرائت رو ما الان مسلمانای امروز از این آقایون بگیریم؟ چرا آیا از اون؟ آیا تجوید را بگیریم؟ آیا حدیث را بگیریم؟ آیا فقه را بگیریم؟ چی را بگیریم؟ حق داریم بپرسیم به چه دلیل عاصم؟ به چه دلیل عاصم؟ به چه دلیل حفص؟ حفص دلیل از چیه؟ عاصم. جبرئیل گفته، اگر گفته باشه نوکرش هست. پیغمبر سفارش کرد آقا شما تابع این هفت نفر باش. چش، قرائت مال این هفت نفر. شما تابع صحاح سته باشید. چش، شما تابع فقهای اربعه باشید. چش، اجازه میدید ما بریم طرف پیغمبر اسلام ببینیم اسلام آخر اونجا به دنیا آمد؟ خب اصلا جناب استاد هدف اصلا همین بود. وقتی که یکی یه سوال قرآنی میکند و جواب خود را و پاسخ خودشو با دوره دریافت میکنه، کاچوب و کتک و شکنجه، باید اینها رو درست کنن به نام قراء سعب با اینا مسلمان ها رو مشغول کنن. از مغز قرآن و تفسیر واقعی قرآن و معارف قرآن مسلمان ها رو واقعا معرف کنن. حالا یک نفر نفسش بند اومد، گرفتار ناراحتی شوشه، ولی زالین خیلی نکشید. اما فهمید چی میگه. کفایت. خب ببینید مطلب اول رد شدیم، مطلب دوم این بخش. بله. در مدینه ابن ابی یحیی، دقت کن. بله. در مدینه ابن ابی یحیی، مدینه النبی، در بغداد واقدی، اونم سهم بغداد. بله. در خراسان مقاتل ابن سلیمانی که یهودی ها هنوز مسلمان نشده بودن تفسیر نوشته، کل حوزه های علمی دنیا نوکر اینا آقایان، نوکر اینا. میشه شما تفسیر داشته باشید مقاتل ابن سلیمان نظر نده؟ در شام محمد ابن سعید مسلوب، اینها کارشون کارخانه داری بود. کارخانه داری چی؟ حدیث میشه. کارگاه حدیث سازی. آره، جعل حدیث. خب اگر حدیث خوبه، چرا عمر اجازه نداد حرف پیغمبر بشه حدیث؟ همه را آتش زد. حدیث بده آقا، حدیث ساز خداست، حدیث ساز پیغمبره. حدیث را کسانی میسازن، نه خدا هستن، نه جبرائیل هستن، نه پیغمبر هستن، نه منصوب پیغمبر. چرا ما قبول کنیم؟ خب همون دیگه نوشته بعد 100 سال با بهترین چاپ نوشته التفسیر الكبیر لمقاتل ابن سلیمان. چرا من ننویسم؟ منم اون که دلیل نداره.
حرف خدا که نیست. بله. پیغمبر نیست، حرف خودشه. نظر خودشه. چرا حرف او بشود تفسیر؟ تفسیر قرآن. حالا بیا. مرسل سازان، اینم کارخانه دیگه است. دقت کنید. بله. در مدینه سعید ابن مسیب محتکر طعام و چی؟ روغن معروف. داماد گرامی جناب آقای ابو هریره. و شخصی است که دو رکعت نماز گفت بهتره تا بریم دو رکعت نماز مستحبی بخوانیم در مسجد رسول خدا، بهتر است به جنازه امام سجاد نماز بخوانیم. الله اکبر. این الان جزء در کتاب‌های تاریخی سیره ما چیه؟ این نوشتن از حواریون، کتاب‌های درسی سا در جهان اسلام مصیبت اینه، از حواریون امام سجاد. یه همچین کسی که دشمن امام سجاد بوده تا این حد. من گشتم در کل فضای شیعه 93 فتوا داده، نفوذ داده این آقا. بله. و بخش اعظم فتاواش در جلد دوم مسند احمده. این چه نوع آدمیه؟ یه مشخصه دیگه. خب این آقا در مدینه حدیث ساز بود، در مکه عطا ابن ابی رباح اسرائیلی، این به عنوان جائل همه میشناسن، در بصره حسن بصری منافق، در کوفه ابراهیم نخعی، در مصر سعید ابن ابی هلال، در شام مکهول. این شش نفر در شش کشور، بانه. شش پایتخت کارخانه چی داشتن؟ حدیث سازی و اسرائیلیات دیگه. خب اسرائیلیات. سوال، اگر عمر دستش به اینها میرسید، حواست اینجا باشه، عمر که احادیث دست نخورده بکر پیغمبر را آتش داد، پدر اینا رو در میارد یا نه؟ شاید خود اینا رو آتش میزد دیگه، به جایی که احادیثش رو آتش بزنه. خب بنده. حالا بنده وهابی هستم، خلیفه دومی دارم دشمن حدیث است که پیغمبر گفته، اما فقیهی دارم خودش حدیث سازه. این واحدها چی چیه؟ خلیفه دارم بی حدیث، جائلی دارم با حدیث، فقیهی دارم بی سهاسته، سهاسته دارم بی فقیه. درسته دیگه؟ بله دیگه، همینطور. اینها آخرش چی میشه؟ تناقضات دیگه. خب قال احمد ابن حنبل، دقت کنید، مرسلات سعید ابن المسیب اصح المرسلات. این معنا درسته؟ نه دیگه، مرسل وقتی مرسله دیگه صحیح ترین مرسل چه فایده داره؟ میخواد یه جوری چکا کنه، تزئینش کنه. این تعبیر حالا دیگه خود منم اینطوری هم تقریبا کلت هاسی بهترین حدیث بی سنده. میگن که آره کچل دارای زلف قشنگ جور در نمیاد. اصح نمیشه اینجا دیگه اصلا. مرسل چی؟ بله گفت کوسه و ریشبن، یا به تعبیر شما کچل موفرفری به اصطلاح. خب بله، نقل البیهقی ان یحیی بن سعید مرسل زهری شر من مرسل غیره. عجب. اونجا مرسل شره، اینجا مرسلش بهترینه. اصح المراسیل. بله. و مرسلات، یعنی مرسل یعنی چه؟ معنا بکنم حدیث بی سند، حدیثی که در هیچ سند نداره، ده شای ارزش نداره. داره. صاف میگه قال رسول الله. خب ما میگیم میگه اون روایات بی اعتباریشون از روایات بی اعتباریشون بهتره. یعنی بهتره. چه؟ دیگه اصلا خیلی یه مثال زیبا میخواد که تحقیق در عالم عدمه. خب اجازه بدید. نقل البیهقی ان یحیی بن سعید مرسل زهری شر من مرسل غیره. چرا؟ چون زهری کسیست از طرف عمر بن عبدالعزیز دستور گرفت اسلام درست کنه، چون اسلام را آتش داده بودن، یعنی احادیث را، قرآن مونده بود. هرچی گیرش آمد چی؟ جمع کرد. جمع کرد. اون هم گفت قال رسول الله هم اسلامه، قال ابوبکر هم اسلامه، قال عمر هم اسلام. درست، قبول قبول. جناب بخاری زهری یک جوال روایت قال ابوبکر آورد، قال عمر قال عثمان، گفت 15 تاش به درد میخوره. بله دیگه. خب عثمان خلیفه بوده، داماد پیغمبر بوده. حالا شیعه ها نظری دارن، احتمال حق با شیعه است، من اینجا نظر قاطع نمیدم. اصلا عثمان داماد پیغمبر نبود، دو تا دختران حاله، حاله خواهر خدیجه بود. خواهر خدیجه بود. خواهر خدیجه بود.
شوهرش بی بضاعت بود، دو تا دختر داشته. خدیجه سلام الله علیها از رسول خدا خواست، اذن خواست، بچه های خواهرم ضعیفن، توان مالی ندارن، اجازه بده بیارم منزل. اینها دست پروردگان خانه پیغمبر بودن. به عبارت دختر خانده بودن. دختر خانده بودن تقریبا شبیه اون. و عثمان با اونها ازدواج کرده. حالا هرچی میخواهیم عرض کنیم که آقایان چرا احادیثی که زهری جور کرده بود را هم قبول نکردن؟ گفتن بله دیگه، زهری که از طرف عمر بن عبدالعزیز بود و به روز خودش هم یعنی تقریبا بزرگترین عالم زمانشونه. من نمیدانم دوستان بگم من یه آمار حالا من اسمش یادم نیست جناب استاد، شما شاید یادتون باشه، از یه نفر وقتی میپرسن بزرگترین عالم زمانت کیه میگه تا سه بار گفت زهری. بله من یعنی یه همچین شخصیه. خواهرش رقیه فریاد کشید از اخوی من مسئله نپرسید، این دینش را فروخ. گفتن چطور؟ گفت فضائل اهل بیت را نابود کرد به خاطر پول بنی امیه. بله دیگه، مفتی دربار بنی خود امیه بود، خود اهل سنت نوشتن که امام سجاد مندیل عمرا همین زهری. بله که امام سجاد علیه السلام نامه مفصلی بهش دارن، خیلی خوندنیه، که یه بارم اشاره کردیم که خوانندگان عزیز این نامه رو در زندگانی بله. امام سجاد علیه السلام پیدا کنن و بخونن که بهشون بله تشخیص بدیم چقدر وقت داریم. رفقا البته ندایی که به ما دادن گفته شد که میان برنامه نداریم. بله بریم تا آخر دیگه، حالا انشالله خیره. خب ببینید این آمار روش دوستان زحمت کشیدن، یه بزرگوار کمک کرده، این کار شخص من نیست. بله در بعضی چیزها بنده تنظیماتی داشتم، این روش کار شده. ما میخواهیم یک آماری از حضور اهل بیت به صورت تفصیلی بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایات 11 منبع بزرگ برادران اهل تسنن چقدر شد؟ 146,300 خورده. بله 147 حساب کن یک عدد رون در بیاد. حالا با توجه به مطالبی که جناب استاد میخوای بیان بفرمایید و نگران وقت هستید، گویا تا آخر برنامه حدود 10 دقیقه وقت دارید. خب بسه، همین بسه. ببینید 14 معصوم را من 13 معصوم بعد از رسول خدا را میارم. از 147 هزار حدیث از علی بن ابی طالب کل منابع 11 گانه اهل سنت 6,000 خورده آوردن با مکررات از 3,000 خورده. از ابو هریره چقدر؟ 3,000 و 5,000. علی ابن ابی طالب به اندازه ابو هریره نیست. حالا ابو هریره میگه چقدر هم رسول خدا رو حضرت زهرا کرده؟ بله حضرت زهرا 91 روایت ازش نقل شده با حذف مکررات 46 تا. از عایشه چقدر؟ تنها مسند احمد 2,392 تا، اگر اشتباه نکنم 92 بله. مجموعاً تا 5,000 بله. خب از دختر پیغمبر چند تا؟ با حذف مکررات 46 تا. از امام حسن کلن سلام الله علیه 105 روایت با حذف مکررات 66 تا. خب پس نتیجه اینطور من بگیرم جناب استاد. نتیجه نگم، من میخوام آمار بخونم. آمار میخونید بله. بفرمایید. حضرت امام حسین از امام حسین علیه السلام 142 تا روایت دارن با حذف مکررات 103 تا. مقایسه کن با پسر عمر، بیش از 2,000-3,000 فقط ایشون فتوا داده، 208 تا فتوا داده در یک کتاب موطع مالک هیچ قال رسول اللهی نداره. وجود نداره. نه ببینید از امام سجاد 168 مطلب آوردن، 109 تا با حذف مکررات. درست. از امام باقر باقر العلوم با حذف مکررات 300 خورده ای. از امام صادق 200 خورده ای، توجه کنید ها. از امام کاظم 19 با حذف مکررات 16. از امام هشتم 8 تا، از امام نهم 1، از امام دهم 1، از امام یازدهم هم 1. یک خبر از 146,000 خبر، یعنی از اوصیای حقیقی رسول خدا، فرزندان رسول خدا،
یک خبر از حالا من عبارت رو عوض کنم، خانواده این آقایان سلام الله علیهم اجمعین خانه وحی بود، هر چه بود اونجا بود. اهل البیت ادرا بما فی البیت. احسن. چرا از خانه و بیت العلم نبردید؟ اجازه میدید من حالا این سوالو این سوالو اگه اجازه بدید من یه دو سه جمله ندارم. آره من دو سه جمله این سوالو جواب بدم. از من دیگه چیزی نپرسید، چی نمیدونم، یادم نیست، خسته شدم. شما بله بفرمایید، یه استراحتی بکنید، این 7 8 10 دقیقه من دو سه دقیقه شو ان شاء الله یه نتیجه گیری بکنم، یعنی اون چه که برداشت کردم از این مطالعات و این تحقیقات و اینها همون. به غیر فرض بفرمایید الان بنده یک غیر مسلمانی هستم، میخوام بیام مسلمان بشم، نگاه میکنم از روز اول میبینم یک جامعه ای بوده به نام جامعه جاهلی، مشرکینی بودن، کفاری بودن، میان به جنگ پیغمبر. وقتی که پیغمبر رسالت خودش رو چکار میکنه؟ اعلام میکنه. 20 سال با پیغمبر میجنگه ابو سفیان و گروهش و خاندانش و بنی امیه. بعدن که پیغمبر فتح مکه میشه میاد اسلام میاره. ابو سفیان ادعا میکنه به تعبیر قرآن قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اینا ادعا کردن ما ایمان آورده ایم، خدا گفت نه شما ایمان نیاورده اید، شما بگویید ما تسلیم شده ایم. ادعای مسلمانی میکنن. خلاصه بعد از پیغمبر وصی پیغمبر رو که معرفی میکنه در غدیر کنار میزنن، حکام دیگری رو سر کار میارن، مذاهب دیگری رو سر کار میارن، وصی رسول خدا رو به خونش حمله میکنن، دختر رسول خدا رو به شهادت میرسونن، بعدش هم فرزندان رسول خدا رو یکی یکی به شهادت میرسونن، خونه نشین میکنن، زندان میکنن، تا امروز هم محبان و شیعیان اونها رو میکشن. نتیجه چی میگیریم؟ بنده به عنوان حالا یا یه شیعه یا یه غیر مسلمانی که اومده تحقیق میخواد بکنه به این نتیجه میرسم همون مشرکینی که با رسول خدا جنگیدند بعد از پیغمبر مسلط شدند و انتقام خودشون از رسول خدا گرفتن و تا امروز اسم خودشون فقط مسلمان گذاشتن. یعنی اینها اون روز جاهلانی بودن که حمله میکردن، غارتگری داشتن، خونریزی داشتن، قانونی نداشتن، بی قانونی بود. حالا اومدن اسم دین روش گذاشتن، روی همون اعمال خودشون. قرآن هم اشاره کرده بالاخره افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. این تو که انسان میبینه علی ابن ابی طالب و حذف، اهل بیت حذف، این همه دشمنی با علی ابن ابی طالب، با خاندان رسول خدا، امروز هم با محبان خاندان رسول خدا. شیعیان مگه چی میگن؟ مگه تو دنیا کسی رو میکشن؟ مگه فتوا به قتل کسی میدن؟ پس چگونه است که این همه بندگان خدا شیعیان در افغانستان و جاهای دیگر عزاداری میکنن برای مصیبات اهل بیت؟ اهل بیت پیامبر باید کشته بشن، قتل عام بشن. اینها کیان؟ همین وهابی هایی که پیروان بنی امیه هستن، اسم خودشونو گذاشتن ما هم مسلمانیم. کدام مسلمان؟ کتاباتون که آکنده است از دشمنی با رسول خدا، دشمنی خاندان رسول. عملا هم که این عملتونه، نه تدبری هست، نه عمل به قرآنی هست، و نه و نه و نه. جناب استاد در دقایق پایانی برنامه هستیم، اگر مطالبی جدیدی باقی مونده یا جمع بندی مثلا رسوندید. ما آخرین جمله من عرض کردم، من خسته شدم عملا معلومه. احسن. امروز خدا خیرتون بده، خواهش میکنم. فقط این جمله را عرض میکنم، خدا را گواه میگیرم اگر به قرآن ایمان داریم که داریم، به این هم همون مقدار ایمان داریم، اذیت کردن یک مسلمان سنی به خاطر صحبت، یعنی که غرضی داشته باشیم یک مسلمان غیر شیعه اعتقاداتش مثلا نسبت خدا نکرده به قرآن چی آسیب ببینید، در اون فضا نیستیم. فقط احساس ما این است که تکلیف داریم، غرق میشه یک نفر در انحراف، ما چنگ میزنیم نجات بدیم. خدایا تو شاهد باش، میدانیم بعضی از نتایج بحث ما گزنده است، اما خدایا تو شاهد باش. حتی اون آقایانی که تاکنون به ما فحش دادن، در بعضی جلسات گفتم چی؟
با سلام به بینندگان عزیز و سلام به اون کسانی که از من بعدشون میاد با ما مخالفن. لذا ما در صدد اصلاح امت پیغمبر اسلام هستیم. این ندای امام حسین بود. احسنت. اگر اشتباه میکنیم بنویسن اعلام کنن در شبکه هاش ما گوش میکنیم. به ما بگن ما گوش میدیم استفاده میکنیم و ما هم مطلب یاد میگیریم. ما دشمن کسانی هستیم دنبال اختلاف بین شیعه و سنی هستن. احسنتم، بسیار عالی. الحق و الانصاف که همونطور که فرمودید، خدا را شاهد میگیریم که ما قصدی نداریم. عزیزان مسلمین را همه را دوست داریم. دوست داریم سرفراز باشن، سرفراز باشیم. عزت اونها عزت ماست. و همونطور که قبلا هم گفته شد دیگه، چو میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. میبینیم که بعضی از عزیزان مسلمان به راه های دیگری رفتن و متاسفانه این وضعی که امسال در وضع کنونی زمان حاضر برای مسلمین پدید آمده نتیجه همین مسائل بوده. اینم اضافه کن ما اونا دعوت میکنیم به شیعه باشن مثل علی بن ابی طالب، امام باقر. ما نمیگیم ما بی نقصیم. ممکنه بگه آقا ما شیعه مثل شما رو نمیخوایم. بله، اهل بیت رو دوست داریم. ما ناراحت نمیشیم. ما میگیم پیروی از اهل بیت بکنید. شما ببینید امام باقر هر چه فرموده اون میگیم اونطوری. بله، فرزندان پیامبر، اوصیای پیامبر که پیامبر معرفی فرموده، اسمشون هم در کتب اسلامی آمده. ولذا اگر با همه این حقایق و این مسائل دو چارتا ما دنبال حق نرویم، واقعا مصداق اون شعر میشه که گفت صدها چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. عزیزان، برنامه ما وقتش به پایان میرسه. با عرض معذرت تا جلسه آینده همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. سرور بی سر بروم، وای اگر از حرمش بی سر و پا برگردم. کفن و چادر و انگشتر سوغاتم چیست؟ بگذارید که با شرم و حیا برگردم. چرا از سفر چرم با بلا برگردم؟ از چرا از سفر چرم با بلا برگردم؟ میروم پشت سرم آب نریزه ای مادر، وطن مادریان جاز چرا برگردم؟ وطن مادریان جاز چرا برگردم؟ پرواز به سوی غم دیگر دارم، میروم شام نگر با او سرا برگردم. دل بیمار فقط از تو شفا میخواهد، با که گویم که دلم کرب و بلا میخواهد. چرا از سفر چرم و بلا برگردم؟ از چرا از سفر چرم و بلا برگردم؟ میروم پشت سرم آب نریزه مادر، وطن مادریان جاست چرا برگردم؟
وطن مادریم جاست چرا برگردم. رحیم اللهم صل على فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. بینندگان عزیز و گرامی، از جوار بارگاه ملکوتی آقا سید الشهدا امام حسین علیه السلام و همچنین از جوار حرم مطهر آقا ابوالفضل العباس قمر منیر بنی هاشم صلوات الله علیهم اجمعین، خدمت شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. ایام شهادت بیبی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین شما عزیزان و مشتاقان و دوستان و محبان اهل بیت علیهم السلام عرض تسلیت و تعزیت دارم. در خدمت جناب استاد موسوی زنجانی دامت افاضاتو هستیم تا انشالله از ادامه مباحث و تحقیقات ایشون استفاده بیشتری ببریم. جناب استاد موسوی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید. اگر شما هم سلامی داشته باشید تا انشاءالله با سلامی به آقا امام حسین و آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام برنامه رو پی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و علیکم السلام و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند و این ایام رو تسلیت عرض میکنم. خدا خیرتون بده. اگر یک سلامی خدمت آقا امام حسین داشته باشید تا ما هم همراه با شما یک عرض ادبی داشته باشه. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا قمر بنی هاشم، السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. جناب استاد موسوی، در جلسات گذشته اجمالا محور بحث ما راجع به اختلاف صحابه با پیامبر اسلام و اختلاف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با صحابه خودشان در کتب آقایون وهابی ها بود و شواهدی رو در جلسات اول تقدیم حضور بینندگان عزیز فرمودید. بحث ادامه پیدا کرد تا تناقضات کتاب صحیح، شواهدی از کتاب صحیح، از کتاب مسلم، صحیح مسلم و تناقضات عرض شود که سنن ابو داوود، تا اینکه بحث فراتر از اینها رسید و رسید به شخص عمر ابن الخطاب که یکی از صحابه رسول خدا بود که بعد از ایشون به عنوان حاکم دوم اسلامی قدرت رو در دست گرفت. خب صحبتهایی رو از ممتع مالک، از عرض شود که کتاب کنز الامال متقی هندی به سمع و نظر شنوندگان و بینندگان عزیز رسوندید، مبنی بر اینکه عمر ادعاهایی کرد، گفت که من برای شما مسلمین سنت قرار دادم، واجباتی را قرار دادم،
نظراتی در بعضی از آیات قرآن داد که نباید اینطور قرائت بشه، نباید اینطور نوشته بشه، جایگاهی که برای خودش از قول یهودی ها تعریف کرد که امیرالمومنین و خلیفه و اینها، با اینکه اونها یک بار به او امیر عرب خطاب کردن، براشفت که شما بنا بوده به من امیرالمومنین و خلیفه و این مسائل بگویید. نماز مستحبی را که پیغمبر عصرها میخوند جلوشو گرفت، از عایشه نقل کردید، از کتب اهل تسنن، و اینکه ادعا کرد خود ما میتوانیم نمازهایی را واجب بکنیم. این ادعاهای عجیب و غریبی که ایشان کرد و بعد اختلافی که در حدود قرن سوم و چهارم بین علمای مذاهب، بین مذاهب، مذهب سازی باب شد. چهار مذهب بالاخره به عنوان مذهب رسمی شناخته شد و اختلافاتی که بین مسلمین متاسفانه و درگیری ها و نزاع ها و آدم کشی ها و عالم کشی ها باب شد. منتظریم انشالله ببینیم که در این جلسه چی دارید برای ما. بسم الله الرحمن الرحیم. رفتار انسان، عمل انسان، هر انسان در دلالت به مقصود 100% معتبرتر، صادقتر از قوله. یک نفر بگه من آب خوردم، دیروز آب خوردم، این خبره، اما الان آب بخوره، کدوم صادقتره؟ کدوم حکایت از واقع بیشتر داره؟ کدوم ثابتتره؟ بله. اثبات اینی که الان ما دیدیم که در مقابل چشم ما آب خورد. همیشه خبر به چیزی میگن از غایب بیار، از فضای غیب بیاره، فلانی فلانی را زد، یعنی قابل تصدیق و تکذیبه. بله احسن، آسیب پذیر، ممکنه یحتمل الصدق اول کذب، این خبره. اما اگر حادثه اتفاق بیفته جلو چشم کل مردم، علا رؤوس الاشهاد، احسن، حسب ضرب المثل، اینجا امکان کذب وجود ندارد، تصدیق هم معنا نداره، چون تصدیق هست. احسنت. تصدیق در جای درست است که مثل ملکه و عدم و ملکه است، در جایی که زمینه کذب باشه. آقا تصدیق می فرمایید این کاغذ اینجاست؟ می آقا من تصدیقم نکنم، اینجا هست. بله احسنت. بخش اعظم حوادث تاریخ اسلام خبر نیست، واقعیتیه. کربلا خبر نیست. حضرت علی بن ابی طالب یک صحابه بود، بقیه امتیازات باشه، دخترش را اسیر کرده اند، احدی منکر نیست، جلو چشم مردم بوده دیگه، یه واقعیت. سر مبارک امام حسین الان در کربلا نیست، چون چند احتمال هست، حوادث اتفاق افتاده. خب این مطلب اول ما، بخش اعظم تاریخ اسلام مکتوب نمیخواد بشه. حضرت امام حسین در مدینه نیست قطعا، در کربلا هست قطعا، کشته شده انظار مردم قطعا، این را چون ما نبوده این به ما خبر شده، یعنی شهرت است و مشهور است و تواتر. خب و فوق تواتر بس. حالا ببینید آمدن اولین مصوبه عملیشون، این شد فعلها عنوانش از بین بره. یعنی چه؟ اگر شما کسی را کشتید خدا نکرده، من کسی را کشتم، به من قاتل نگن.